در این برنامه دلیس ها چگونگی کشته شدن عنایت الله 14 ساله را پیگیری کرده ایم که در مربوطات ناحیه ششم شهر کابل به گونه مرموز کشته شد. عنایت الله متعلم صنف هفتم مکتب بود و در منطقه چارقلای چاردهی زندگی میکرد. رویداد طوری است که عنایت الله 14 ساله بعد تاریخ 27 مایی ثور سال جاری از خانه بیرون می رود و دوباره به منزل بر نمی گردد. اعضای خانواده عنایت الله پس از ساعت ها انتظار موضوع لادرکی پسرشان را به حوزه مربوط اطلاع می دهد. امروز سه شنبه توی 25 سیزده نواده ای از خانه ساعت 12 بجه نادرک شد. نادرک شد دیگه باز همونطور دیگه ما نمولی ما فکر کردیم که باید این ساعت یک بجه کورس می رود. ما فکر کردیم که البته کورس رفته. از دیگه یه جمعه نادرک بود تا شام ایشام دیگه از وقت تایم کورس کوره شد یک ده دقیقه پنج دقیقه فرق میکرد گفتیم برو خیره میایه دیدم که نامد بسیار ناوقت شد آخر ناوقت شب شد دیگه شام شد که برادر دیگه به ما زنگ زد که چی که نطلا از کورس نامده تا بالا نادرک است ما کلی جب پسان سوال کردیم نیفتیم شد باز مواجه لکرد از دکان آمدم خانه آمدم چیست پرسان کردیم که چیست نطلا کلی جب پلی نیفتیم باز آمدیم آجل به اوجت امنیت پلیس سوال دادیم که انت به نام اطلاعی از امروز ساعت 12 بجه نادرک شده. بر تاریخ 27 سوه 1397 شخصی به نام نقیب الله ولد میراجان پیش ما مراجعه کرد، گفت که برادرم به نام عنایت الله که سنش 14 ساله است و متعلم مکتب چارقلا است لادرک کرد. ما به مسئولین امنیتی و کشفی خود وظیفه دادیم که تا در مورد دریافت ازی جستجو کنند. پلیس پس از دو روز جسد عنایت الله را از منطقه قلعه بختیار ناحیه ششم شهر کابل از یک چهاردیواری پیدا می کنند که در داخل یک اتاق کوچک القابض شده است. پس از تحقیقات ابتدایی نیروهای امنیتی در می یابند که عنایت الله 14 ساله در نخست از سوی افراد ناشناس کشته شده و سپس جسد وی از سوی آنان در داخل این اتاق حلقابز شده است. اطلاع دریافت کردیم که در یک چهاردیوالی ساحه چارقلا یک جسد پیدا شد. ما با تیم کاری خود آن واحد را سفار محل واقع شدیم. رسیدیم در محل واقع. در اونجا یک چهاردیوالی بود که در داخلش یک اتاق است. زمانی که از دروازه به چهاردیوالی داخل شدیم دیدیم که یک تبلک پیران آبی پتلون کوبای به تن داره و کرمچای بسیار پاره و کنه به پای داره. قسم دزانو شیشته و ریسپان در گردنش آویزان است و یک طرف ریسپان در چت و طرف دیگیش به چارچوکات یعنی دروازه بسته شده. زمانی که این محل ما دیدیم آن واحد ریاست محترم تحقیقات جنایی را اطلاع دادیم و جریان موضوع و را واقف ساختیم و تقاضا کردیم تا یک تیم بررسی مسلکی بر ما روان کنه تا این محل واقع را از نزدیک بررسی کنه و واقعیت را پیدا کنه. تحقیقات بررسی که ما در محل کردیم تیم بررسی ما بود بر ما ای نشان داد که ای با جبر زور کشته شده و به قتل رسیده و بعد از آن القاوه شده. این چهاردیواری در منطقه قلعه بختیار ناحیه ششم شهر کابل موقع دارد. مدیر مبارزه با جرم‌های جنایی حوزه ششم پلیس میگوید عنایت الله مقتول به این محل آورده شده و پس از کشتن او را در این اتاق القابض کردند. این عمو چهاردیوالی است که عنایت الله نام را به قتل رسانده. او نمو اتاق را که میبینیم در اونجا القابض شده بود. در اینجا کسی زندگی نمیکنه. این طرفش هم خالیس، این طرفش هم خالیس. اول با این ریسمان به قتل رسیده، بعدا در اینجا ای را انداخته بود. یک طرف ریسپان به گردنش بود و یک طرف ریسپان به اونجا بسته کرده بود. این به بسیار نیرنگی و زیرنگی قاتلین میخواست که این جرم خود را اخفا کنه و پلیس را فریب بده گوه که خودش ای بد خودکشی کرده و خود را حلق‌آویز کرده. در حالتی که ما محل دیدیم و فهمیدیم که موضوع قسم دیگه است. در مجریان بررسی قسم وانمود می شد که مجرمین بسیار به حکاکت خاص به هنر و نیرنگی می خواست که جرم خود را اخفا بسازد و پلیس را پریب بده که گواه که خودش ای خود را حلق آویز کرده.
پس ما محل واقع را که دیدیم که ایده زانوشش ده و رسپانش هم سست است، دستش هم باز است. از این معلوم میشد که اول به قتل رسیده، بعد این یه حلقاوی شده. بالاخره این مورد تفتش قرار دادیم، تلاشیش کردیم که در جیبزی یک کتابچه سمپی افت است. دیگر هیچ از نمتلاش نه، چون این جسد برای ما مجلولیت تشویش شد. بعد از اوی جسد ما به خاطر معاینات بیشتر به تبدلی انتقال کردیم. در طرف تلاش ازی شدیم که چطور میتونیم که وارسین ازی را پیدا کنیم. چون ما قبلا یک اطلاع داشتیم، لادرکی آمدیم، تصویر ازی را با جسد ازی مقایسه کردیم و به اقاربش زنگ زدیم تا بالاخره اقاربش آمد، این جسد شناسایی کرد که بله ها، این برادرم است. ساعت 4 بجه بود دوشنبه 29 دی از این ماه آمد که از عملیات پلیس به ما زنگ آمد که بیا اینجا. ما عجل آمدم رفتم در عملیات، به ما تصویرشان گفتین برادرت است، خوب دقت کن، وقتی سعی کردم جسد از این را چی کردم، نکاسی کردم. گفتم خوب تحقیق کردم، کتابچه شدیم، یک کتابچه در جیبش بود، دورم کسایی کردم، گفتم این نمی برادرم است. پس از تحقیقات ابتدایی، نیروهای امنیتی حوزه ششم شهر کابل 3 تن را از مربوطات این حوزه در پیوند به قتل عنایت بازداشت کردند. عین اطلاع پلیس عاجل داخل اقدام شدند، توسط اطلاعات کشفی و اپراتیفیشان عاملین قضیه را تثبیت کردند که گویا علل انگیزه قتل چی بوده و اشخاصی که این قتل صورت داده یا این القاویز انجام داده کی است. پلیس کابل در طی عملیات های جداگانه 3 نفر از مظنونین قضیه را گرفتار کردند. افراد بازداشت شده کسانی هستند که با عنایت الله مقتول در یک منطقه زندگی میکردند. از اینکه مظنونین بازداشت شده در حد اتهام قرار دارند، در این برنامه نامهایشان به گونه مستعار معرفی میشوند. مظنونین بازداشت شده احمد، صدیق و ایمل نان دارند. آنان در 3 عملیات جداگانه از سوی نیروهای امنیتی گرفتار شدند. احمد به ادعای اعضای خانواده مقتول از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. احمد میگوید که عنایت الله مقتول دوستش بود و چندین بار او را از رفتن به ایران مانع شده است. اما اعضای خانواده مقتول گفته‌های او را رد میکنند و میگویند که این شخص بازداشت شده پسرشان را در رفتن به ایران تشویق کرده است. نقیب الانام که برادر عنایت الله است، برادر مقتول است، ای برای ما گفت که چند وقت پیش عنایت الله تصمیم داشت به کشور ایران بره و از خانه یک مقدار پیسه هم که خود گرفته بود و میخواست همراه به ایران بره. ما در طب تلاش عزیز شدیم که چه قسم بتونیم کار یا کنیم. خوشبختانه حوالی ساعت تخمینا 6 بجه دیگر بود که صحیح بازار چارخلا پیدا کردیم و او را گرفتار کردیم. عنایت ما از چی زمان مشناختیم، در یک منطقه هستیم کراچی شیریخ داشتن زیر خانه ما، پیش می رفتم می شیشتم. اون رو گفت که از طرف فامیل سر من فشار است، ما می خواهیم ایران برم. ما گفتم ما یک بار ایران رفتیم تا قد نتانستیم دوباره پس خودم آمده. گفتم نه رو بچه خورد است، یتیم هستی. همون روز پول هم آورده بودم، 8000 پر آورده بودم. پولش آورد پیش ما داد، پولش خداوند شاید از دوباره پس داده. وقتی که تشویقش نکردی امیر، ما شما در جریان میبینید که وقتی که تو رو تشویق نکردی پس چرا به مرگ رسید و چرا به حدیث از او آدم هایی که رسید که به قتل رساند؟ چه آدم ها را چرا میشناتی؟ وقتی زیر تحقیقات پلیس آمدی و از تو جریان کردی پس چرا مجرمین تو با امریت ها حوزه کش کردی؟ به خداوند پاک معلوم است که ما هرش نصیحت کردیم، یتیم بود، طفل خرد بود، چون سر خودم روزا تیر شد، من مسافر بودم، قاچاقی چی خطر داره، چی رای داره. پس بعد هم گفت کس رو میشناسه که من برم امرا؟ گفتم نه، من کس رو نمیشناسم. دو اندیوالم کس، اینا در لب سرک بودم، ترشوی کار میکردم، اینا اطلاع میزه کورسش بوده. یعنی این دیره یک روز دم پیش خانه کردم، من دیدم با دیره که دو پیش کورس استاد کردم، گفت ایران میری بیا ما میبریم، گفت اینو قپیسه در میبریم. پس از اینکه احمد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد، در تحقیقات ابتدایی 2 تن دیگر را به نامهای صدیق و ایمل قلمداد کرد و ادعا دارد که این 2 تن در قتل عنایت الله
دست دارند. اما صدیق و ایمل گفتهای او را رد میکنند و میگویند که عنایت الله را آنان از بین نبردند. در همین حال رئیس تحقیقات و مبارزه با جرم های جنایی فرماندهی پلیس کابل میگوید مدارک را پیدا کردند که نشان میدهد این افراد بازداشت شده در قتل عنایت الله دست دارند. از لابلای جریان قضیه او برای ما این قسم اقرار کرد، گفتند که بله عنایت الله نام چند نفر کشیده بود از خانه، میخواست که با ما به ایران بره و ما ایره معرفی کردم به نام که دمی سایه چهارقلا بوده باشد. بالاخره رفتیم تا عنایت الله پیدا کنیم. اوایل شام بود که ما هم از سایه چهارقلا گرفتار کردیم و او در جریان ابتدایی قضیه خود گفتن به بسیار نیرنگی به بسیار مشاری اول اعتراف نمیکرد، پس آن که سوال ها کردیم از پیشش و جریان قضیه را از پیش استماع کردیم، او گفتن که بله این اطلاع پیش ما آمده بود و فکر برای من که را ببر به کشور ایران. روزی که خودت آقای در پیش کورس امروی عنایت دیدیم برای من چی گفتی خود؟ قد چیز نه گفتیم، یک گفتن چرا قم آدم هست چرا قم نیست که من کرد شیران باز تو چی گفتی باش؟ من گفتم اونمو که پر گفتم گفتم دلت که میری دلت نمیری گفت نه کرد کار دارم نکرم کار باز رفت تو هم دیسی میکرد. بالاخره نفر سیوم میشه گفت که دستهای قلعه وزیر بوده باشده. رفتیم دستهای قلعه وزیر در سر زمین ها خوشبختانه ساعتای حوالی 8:30 بجه بود گرفتار کرد بردیم به حوزه. اولا به بسیار نیرنگی اعتراف نمیکرد، پس آن که جریان قضیه را برش گفتیم او خودم گفتند که بله ما یه عمل انجام دادیم، چون ما معرفی کرده بود که را ببرن به ایران و در پلان ما شریف بود و ما او بردیم دونمو چاردی ولی قلعه بختیار و ایره به قتل رسوندیم. بعدا ایره حل قویز کردیم. دو نفر را چگونه من در قلم داد کردم؟ چون که اونه بالا اینو شک داشتم، چون از این قضیه به یک کس خبر ندارم غیر این دو نفر. من تلفن ما صدا را ثبت میکنم، صدای ثبت شدگیشون بودن. وقتی که اینا ما را خواستن گفتم بچه گم شده ندیدیم، دفتن رنگ گردوی ازی پریده رنگاشون پریده تکنه ما ندیدنش. تلفون ما مده دستم دار آلت سب سده بدنش که اینا اگه کدام چیز باشه که من دان اینا بگیرم به اوزه ما بگویم. دفعتا تلفون ما دستم چور کرد گفت من تلفون تا تلفون ما فارمت زد همه چیز شد. به خاطر که موگه پار از ما گرفت ما گفتیم یک دو تکس ما گفتیم دوزه شام نتا پا کردیم. پس به خاطر زمین زمانی که پلیس گرفتار اینا را کرد اینا به جرمشان اعتراف دارند. ما همین قتل انجام دادیم. دیگه شواهد مدارک هم به دسترس پلیس بوده. دوزه گفتم ما کردیم خدالتی که نکرده بودم. اینا توکل به خدا دیگر چی کشد. مرسد ما نکردیم. و سر ما فشار آورد. سر ما فشار آورد. ما را لط کرد. من لغتگوری میکرد. من مجبور شدم که گپ بزنم. اگر پر از ما صحیح پرسان میگه در قسم قرآن ما باور نکرد. به هیچ صورت شکنجه نشده و هم خودش اعتراف کرد که بله من یه عمل انجام دادم. بدون اگر شکنجه میبود کدام آثار و علائم در وجودش باشه به هیچ صورت شکنجه نشده، چون ما اینجا مستنتقین بسیار ورزیده و مسلکی داریم. مزنونین که گرفتار میشه از طرف پلیس مطابق مسلکشان اجرات مسلکی صورت میگیره و هیچ شخص هیچ پلیس عق شکنجه مظنون یا کسی را که در وقت کدام واقعیت صورت میشه گرفتار میکنه یا مظنون متهم عق شکنجه را نداره و نمیکنه. اعضای خانواده مقتول به این باور هستند که پسرشان یک مقدار پول را از خانه نیز با خود گرفته بود.
آنان ادعا می کنند که امین افراد بازداشت شده عنایت را فریب داده و برایش گفته بودند که او را به ایران می برند. ایران تشویق کردن که ما را ایران می بریم یا کدام سندگه این بریم امی یک چند آدم خود امی کارسازای دیگه به ما خاطری بیچاره مختفل نادان قدر چی کار نمی کرد یک چیزی که دم پیسه دم خانه بود از پیسه را دم خانه گرفته برای کرده که من خوش خیال میرم طرف های ایران اونجا میرم امو گفته بود شد که برو در خانه تلاوای زن بیادر تا تزیکو زن مامای تا تزیکو بیار برای ما پیسه نخت هست که کس اگه بیار اونم پیسه رو بیار ما تو را ایران میبریم قبل از اینکه ما نفر دوم نفر سوم میشه بگیریم اون برای ما گفت که مبلغ 9.5 هزار روپی این اطلاع پیش ما است در خانه در بین یک دستکش بوکس موندیم و دلماری پیش ما است چون یک مدارک قوی اثباتی جرم به حساب میره پلیس یک مقدار پول از خانه شما پیدا کرد پول از کی است؟ پول از آنمو؟ از کی؟ اون آنم نام از آنمو پول اینات پیش تو چی میکرد؟ با اطرام پیش از این کورس کرد گفتی را در کورس تلاشی نکنه دیگه نکنه گفتی را بی گفت گشتک مامم از پیشتون یک گانه شواهدی که به اثبات سند میرسانه و شواهد مدارک بیانگر الزامیت قضیه است که پولی را که از عنایت الله گرفته بودن بعد از اعترافاتشان گفتن که در خانه ما در اتاق ما در ارمالی فلانه جای ما پول جا به جا کردیم یا پول مادیم سارنوال معذفه که در تیم تحقیقاتی ما بود و تیم تحقیقاتی پلیس کابل پلیس جنایی کابل رفتن بالفعل خانه را تلاشی کردن مورد تلاشی قرار گرفت و هم پولی که از عنایت الله گرفته شده بود و بعد از رس پلیس قرار داد و این یک اسناد است که الزامیت قضیه را نشان میده که اینا در قتل دخیل هست و اعتراف هم دارن و متضرر خانواده متضرر هم سریا ادای مستقیم دارن با گفته خودشان کدام خانه ها در چهار دیواری بردیم شما اینجا گفت رو من دان دروازه بودم ریسپان در گردن شد ریسپان خودش در گردن خودم دا گفت بچه اینا باز اینا رو کش کردن چیزی که به من خود اینا گفت این قصه رو به شما در جا این قصه رو بر من در نظارت خانه گفت ما از اون خبر نداریم میت خبر از رو نمیم دکه جای چهار دیواری استاد ریسپان خودت کش نکنیم اون رو سپاند بر چاپ دست میمانه دیگه این مانه ثبوت بره دیگه بره صحیح اینو تو میگی که اینو می کار انجام ندادش نه ثبوت بره صحیح قبول داره و تیگه آدم هر کس از دل خود یک گپ میزنه اینو می ثبوت هست که پولی که پیش اومد بود از خانه شما پیدا شد حالا خود ثبوت یک که خانه است که خالو کشتش تا دیگه شده قراره که مولانا با ما قصه کرد که اثر از این دیوال بالا شدیم اول عنایت الله نام خود پایین انداخت و بعدا ما به عنوان از اینکه ما قاچاقبر را در اینجا خواستیم همراهش گپ میزنیم ما و شما یک جای میریم به ایران نه خیلی من خبر ندارم من خبر ندارم هر کی گپ ها را زده البته خودشم کده مقصد من این کارا را نکنیم من در رایش نرفتیم ما به زور دزوره شکنجه سر ما دوزه اینه میگه پار افرار کردم داره که ما این کار را نکدیم و خبر نه ما در گردن گرفتم ترسیده بودم در زندگی موزر نیده بودم این با این متریک میگن چی میگن از اونو که اگر ما دیگه کدام دوسیه داشتم کدام خلاف داشتم دار میزنن هرچی میکنم من قبول دارم فامیلش بگویم بیا ما را مستقیم بگه بگه اینی ثبوت است که ما سر تو دارم صحیح اگر ثبوت سر ما داشتم من ای دارشم قبول دارم که ما را دار ده. من نایده میشه و فامیلش هم در قواره نمیشناسم بازم اونا باور نمیکنه مرا پیش فامیلش ببرین بگم این آدم اکدیم بچه دیدی در این منطقه کدام رو در این منطقه دیدی شه اونا با صحیح است دولت که من هیچ منطقی از بارا بلد نیستم علت انکار اینها از مزنونین ای است که زمانی که در نظارت خانه میرن مزنونین اونجا زیاد میباشه اینا از دیگه مزنونین اینا را تحریک میکنن که گویا شما انکار کنه ما جرم صورت نداریم یک دلیل شود دلیل دیگه ایش ای است که مجرمین یا مظنونین به بانه های گوناگون خودم میخواه که بیگناه بز باد برسانه و بیگناه ثابت کن خودم کنه
پلیس کابل و تمام مطابق قانون نافذه کشور و رفتار با مظنونین داره و هیچ مظنون یا مجرمی که گرفته میشه تا زمانی که محکمه فیصله نکنه او متهم است پیش ما، مظنون است پیش ما. ما تحقیقاتشان اونا خودشان سریعا اعتراف کرده و هیچ وقت با زور یا با جبر یا با لطکو پلیس حق نداره و انجام نمیده. ماده 395 قانون جزا، مرتکب قتل عمد در یکی از آلات آتی به اعدام محکوم میگردد. یک، در آلاتی که قتل با اصرار قبلی و ترصد توأم باشد. دو، اگر قتل توسط استعمال مواد سمی، بیهوش کننده یا منفجره صورت گرفته باشد. سه، اگر قتل با انگیزه دنی یا در برابر اجرت و یا طور وحشیانه صورت گرفته باشد. چهار، اگر مقتول از اصول قاتل باشد. پنج، اگر عمل قتل بر موظف خدمات عامه در اثنای اجرای خدمت یا به سبب آن صورت گرفته باشد. شش، اگر قاتل قصد قتل بیش از یک نفر را داشته باشد و به اثر فعل واحد قتل عمه آنها صورت گرفته باشد. اف، اگر قتل توأم با جنایت یا جنهای دیگر صورت گرفته باشد. هشت، اگر قتل به منظور تمهید یا تسهیل یا تنفیذ و قادر شدن به ارتکاب جنایت یا جنحه که جزای آن از یک سال کمتر پیشبینی نشده باشد و یا به منظور فرار یا رهایی از جزا صورت گرفته باشد. نو، اگر مرتکب قتل عمد محکوم علیه به حبس دوام باشد و در خلال مدت تنفیذ حکم مرتکب قتل عمد دیگر یا شروع در آن گردیده باشد. اعضای خانواده مقتول از حکومت عدالت می خواهند و می گویند کسانی که پسر 14 سالهشان را به قتل رساندند باید به جزای اعمالشان برسند. در همین حال مظنونین بازداشت شده از نهادهای عدلی و قضایی کشور می خواهند تا پروندهشان را به گونه جدی بررسی کنند. خواست بس حکومت این نمیست که به اعمال جزایش برسه، بخاطر برسه که اگر وارا به اعمال جزایش نرسه سبا یک خانواده دیگر به می حالت می رسن، یک فقیر بچه دیگر به می حالت می رسن، چرا که فقص فساد زیاد میشن. خواست نمیست که همی گناهگار خدا بگیره، فامیل خدا بگو بره گناهگار خدا بگیره، هر کی کردن ما نکردیم، خدا این بالای سر ما است. خواستم از حکومت هم میسته خب بیز آلخ پشیمان هستیم که کدیم یا نکدیم جرم خسر ما همیره بایم دابال روی اوزار نایده و میت نرفته بودم دوزه که چی کنم چی نگویم که ابزدن ما رو دوزه یاد نه همه از هر چی که عدالت هست دیگه هست قید میکش هر کس میکش قبل این باید درست بررسی شد. من در انگام که بچه گم شده به قتل رسیده من در انماوا میگشتم پشت خانه برنامه دلیزار خداوند شاید است، فامیلم شاید است که من همیشه سعی میکنم به خاطر اینه که من پند بگیرم از این برنامه که در افراد غلط جانزن که دینا من هیچ وقت نگردم، خودم قربانی شدم. بزرگترین اشتباه من نیست که من این بچه را و فامیلش نگفتم که دینا میره. ماده 394 قانون جزا، هرگاه در قتل عمد قصاص با یکی از اسباب مسکته یا عدم توافر شرایط ساقط یا متعذر گردد مرتکب حسب اول مطابق به احکام این قانون تعزیراً مجازات می‌گردد. این بود برنامه این هفته، تا دلیل‌های دیگر الان نگهدار.